دو سال تکلیف آینک زانو داشتم و ما چندین دفعه دکتران مالج ما به ما پیشکاری کارتیزون کردن یک پنج دار روز یا یک ماهی درست می بود و بعد از اون درد دوباره شروع میکرد کرد بالاخره و از اثر توصیه که ما از بعض دوستان شنفتم و ای زانو بند متنافیسی را ما از پیام افغان گرفتم و از مدت 20 روز است که من از استفاده میکنم و برتان لاستی میگم که بعد از ده روز درد ما افتاد پیست کمتر شد دیگه این حقیقتی بود که به خدمت شما به رساندم اگه درد آینک زانو دارین اگه یک دفعه از امتحان کنین انشالله که به مفاد شما خواهد بود و ضرورت به این ویتامین ها ببخشین به که به جگر و ششی ها خراب میکنه و, و دیگه مفاد نداره این به خیلی بهتر است دیگه بازم خود شما مخیر با عرض احترام با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون امروز شنبه سی دسامبر 2011 و دهم دیماه ماه 1390. امروز در واقع روز آخر در بعضی جاها در واقع روز اول ژانویه باید باشه نه هنوز زوده روز آخر عرض شود که سال 2011 و فردا اول ژانویه به این ترتیب من به تمام هموطنان مسیحی و تمام عزیزان تبریک میگم و امیدوارم که سال بهتری باشه همینطور که هر سال امید اینو داریم که سال بهتری باشه ولی همینطور که عرض کردم تمام پیشبینی ها نشان از این داره که سال خوبی نخواهد بود 2012 از هیچ جهتی ولی به هر حال ما باید امید رو نگه داریم و باید با پلیدی ها مبارزه بکنیم با اونهایی که باعث تمام این پلیدی ها جنگ ها خون ریزی ها, کشتار ها میشن تا جایی که میتونیم مبارزه بکنیم و کمک به صلح به دوستی و به یه آینده بهتر تمام کوششمون رو باید بکنیم برای اینکه همینطور که, همی که عرض کردم آدم موقعی که اخبار رو دنبال میکنه خب به شدت ناراحت میشه ولی تمام کوششمون رو باید ما بکنیم هر کسی به فرد فرد ما و از همین افراد در واقع درست میشه بعضیا فکر میکنن که خب فرزن اینا میتونن هر کاری دلشون میخواد بکنن و تأثیری نداره که ما کاری بکنیم مخالفت با جنگ بکنیم تأثیر داره تک تک ما میتونیم تأثیر بذاریم پس این یک دوم گزارش مالی میخواستم خدمت عزیزان بدم که هر دو هفته یک باره عرض شود که امیدوارم که عزیزان باشن از سنتا انا 360 دلار از گوتینگن آلمان توسط عزیزان عزیزانکینگ of Prussiaیا 120 دلار که این شامل کتاب هم میشه که من برای این عزیزان فرستادم باز هم از سمت آننا 140 دلار از ردلند کالیفرنیا 100 دلار از تورنتو 300 دلار و از شوگرلند تکساس 100 دلار. عزیزان میدونن که هفته آینده سه برنامه نخواهد بود و اگر کمک عزیزان برای روزای سه شنبه یعنی در حقیقت طوری که هر هفته ما 900 دلار خرجمون خواهد بود هر شود که نرسه طبیعتا به اصلاح سه شنبه ها ادامه پیدا نخواهد کرد برای اینکه بستگی به عزیزان داره و کمک هاش. هر شود که بحث امروز رو من نکته دیگه عبارت از اینه که در این سایت محیط دات گلشن دات کام هر شود که حدود دو هفته است که برنامه ها گذاشته نمیشه علتش هم مسافرت عزیزان بوده و هم کامپیوترشون کرش کرده به قول معروف معلوم نیست چه بر سرش رفته ولی از یکی دو روز دیگه دوباره به اصطلاح برنامه ها مال دو هفته گذشته و برنامه امروز گذشته خواهد شد اینو بر این رو میخواستم برای اینکه عزیزان از ایران به اصطلاح چیز کردن که برنامه ها مدتی گذشته نشده اونجا و اما میریم روی مطلب امروز همینطور که به عزیزان عرض کردم یا قول دادم روزهای شنبه رو قرار شد در این هفته آخر سال 2011 یه جمعبندی بکنیم منتها فکر که میکنم یک یا دو هفته یا حتی سه هفته کافی نیست باید این باز بشه اگر فقط به اصلاح برسیم به اینکه در مصر چه اتفاق افتاد در یمن در لیبی و غیره و غیره و پشتوانه باز هم تئوریک و تاریخی نداشته باشیم باز همینجوری تبدیل میشه به خبر و نه یه تفسیر واقعی و علمی به نظر من باید پشتوانه داشته باشه در نتیجه من فکر کردم ابتدا از خود ایران شروع بکنیم و ببینیم چه بر سر کشور ما رفته الان در چه وضعیتیه و بعد بیایم برای اینکه جنبشی که در ایران شروع شد حدود دو سال و نیم و الان داره سه سال میشه سال 2009 و, و الان 2000 به داریم به 2012 میرسیم یعنی 88 خودمون و چه برسر کشور ما رفته تا به اکنون و چه برنامه های ای علیه کشور ما هست بنابراین من میخواستم ابتدا نامه ای رو که از ایران اومده و به وضعیت بهسا ایران رو توضیح میده برای عزیزان بخونم و در واقع آخرین رویدادهایی که در اونجا هست و بعد یه مقدار خاطرات خودم رو که آدم پا به سن میذاره در واقع بخشی از تاریخ به قول معروف آدم میشه و به سلام میتونه خاطرات خود آدم یه مقدار مسائل رو برای نسل جوان واقعا روشن بکنه که خود من تجربه، تجربم چی بوده واقعا در ایران و از شهست سال پیش به این طرف بنابراین بر ابتدا من عزیزی که قب من هفته قبل نامشون رو خوندم و انتقاد کرده بود گفته بود که بر تو بر چه پایه ای واقعا جنبش رو در ایران راجبش داری صحبت میکنی فقط تکیت بر نامه هایی که در ایران از ایران برات میرسه واقعا سآل من اینه که از این عزیز باید بپرسم که بر چه پایه باید ما من بذارم برای همینه که من تقاضا میکنم از هموطنانمون که در اونجا هستن واقعا ایمیل بزنن نامه ب... و اخبار اون... اونجا رو برای ما بفرستن که ما بدونیم که در ایران ما تقلا کنیم که واقعا هرچه بیشتر بفهمیم که در ایران چه میگذرد برای اینکه ما از دور دستی براتش داریم بنابراین کمک عزیزانه که میتونه ما رو بروز بکنه یا اپ تو به قول معروف بکنه تا بفهمیم این نامه که 27 دسامبر یعنی سه یا چهار روز پیش رسیده برای عزیزان بخشایش رو میخونم حذف ها و به دنبال اون هدف کرد هدفمند کردن یارانه ها بالاخره اثر منفی به کشنده اش را که اینک با بحران روانی تحریم های اقتصادی همراه شده به نمایش گذاشت و ساختار حکومت را به چهار بخش متفاوت تقسیم کرده عزیزان دقت بکنند که چطور هم جنبش دموکراتیک از یک سو که به نظر من علت اصلیشه و هم اشتباهات وحشتناک خودشون با این پیروی بیچون چرا از بانک جهانی به صندوق بین المللی پول و حذف یارانه ها یا قطع یارانه ها و به زعم خودشون هدف کر هدفمند کردنش و دادن پول نقد به خانواده که به هر حال میگن که به صلاح از یه مقداری به حساب از خط فقر به پایین هستن چه لطمات عظیمی واقعا به اقتصاد ایران زده و حالا مسئله به اصلاح تحریم ها به قول معروف قوز بالا قوز شده و به اصلاح وضعیت رو به چه جایی رسونده و این موجب چه شکاف هایی در بالا شده و ساختار حکومت رو به چهار بخش تقسیم کرده که یک طرفدار ب... طرفداران بیت ولایت یا اصولگرایان محافظه کار سنتی که این روزها تمام هم مقمشون را بر کنترل دولت به اصطلاح پاک احمدی نژاد گذاشته دائم داستان سوال و استیزاه احمدی نژاد و کابینش رو در تدارکن و از این ره گذر از هیچ راهکاری نمیگذرن یکی پس از دیگری مهره های او, را، او را به اتهام دزدی اختلاس اعمال خلاف افتاد در راست در رسانه ها و سایت ها افشا به چالش میگیرن این یه بخش. بیت ولایت و به اصطلاح چیزهای اصولگراران و محافظ کار سنتی دو باند به اصطلاح انحرافی به سردمداری مشایی حامیان دولت که اصولا چندان توجهی به این تهدیدات نمی کنن <تصفح> همین جوری وایستادن و تمامی مشکلات رو به آنان نسبت می دن و در این شرایط اینجا و اونجا پرونده سازی هم می کنن. برای همون بیت ولایت و به اطرافیان خود خامنه ای و با شتاب سرگرم اتقاض راهکار برای تفوق بر رقیب در انتخابات هن. و جدا سبب ترس و آهمی حاکمیت شده سه به اصطلاح باند یزدی مصباح یزدیه و به اصطلاح جبهه پایداری و یا اصولگرایان که یه زمانی اینا پشت احمدی نژاد بودن اصولگرایان سنتی تندرو و افراطی و معتقد به مهدویت که حکومت را در زمان غیبت از آن اول الامر می دانن. که نماینده خداست و انتخاب مردم را حجت و حرج حجتی براش قائل نیستن و سرمایه که اندوخته و به میان گذاشته به درجه ای رسیده سرمایه که همین مصباح یزدی که اعتلاف با اصولگرایان محافظ کار سنتی رو به صلاح ندانسته صاحب موقعیتی شده است که ترس در دل رقبا انداخته و در مخ مثال میزنه در مناظره اخیر کواکبیان که حالا صحبتش رو میکنیم که ایشون جز اصلاح طلباییه که رفته نام نمیسی کرده برای در انتخابات شرکت بکنه جز اصلاح طلبایی بی استخان. در مناظره اخیر کواکبیان با زنور نماینده اصولگرایان سنتی طرفدار رهبری در دانشگاه ایزان زن زنور به این مسئله اذعان نموده از قدرت به اسلام اسباه یزدی و نفوذ و اهمیت ترس از این گروه را از گروه انحرافی به مراتب بیشتر میدونه یعنی از احمدی نژاد ترسشون بیشتر از این چهارم باند اصولگرایان معتدل در واقع به نوعی هیئت معتلفه و حاشمی رفسنجانی و نیز دلسوزان نظام و بخشی از بروکرات ها که جدا، وخامت شرایط را در کردن پیدا و پنهان برای آقا رهبر نامه می نویسند که اوضاع بسیار خطرناک است اطرافیان شما بر حسب منافع شخصی ظاهرا از شما حمایت می کنند بهتر از کمی از آنها پرهیز کرده به حرف دلسوزان نظام گوش کرده شرایط انتخابات آزاد را برقرار نموده تا حمایت گسترده مردمی را و یا به قول خودشان حمایت حد اکثری ایجاد شود تا برون رفتی از وضع موجود باشد از جمله نامه های آقای نوریزاد که مرتب بهش می من و مرتب دارن بهش نصیحت میکنن و به حرف هیچ کس گوش نمیکنه آقا و کشور رو به طرف یک سرازیری عجیب داره میبره و اما در این سو این هیئت حاکمه و شکاف های درونیش در این سو هر روز اجناس گرانتر بیکاری بیشتر نرخ ارز تا مرز 1800 1600 تومان و در نوسان تعادل قیمت بنزین یارانه و رشد نرخ ارز و پرداخت یارانه‌ی نقدی به طور کلی به هم خورده شنیده می شود که اگر دولت نرخ بنزین را که البته چاره ای هم نداره تازه اگر به نرخ به هزار تومان هم برسونه از 700 تومان باز 5 درصد ضرر کرده باید از حساب دیگری بپرداز یعنی از اینجا نمیتونه به کمبود رو جبران بکنه برای اینکه برنامهشون این بود که با حذف یارانه ها و بالا بردن قیمت بنزین برخی از آگاهان معتقدن شاید با وضع موجود ممکن است نرخ ارز به چهار یا پنج هزار تومان برسه زیرا نرخ از کم بسار رو به رشد کماکان و صندوق ذخیره ارزی نیز فاقد ارز است حالا در برابر این اعتراض ها اعتصابات کارگری تا مرز پنجاه هزار نفری هم رسیده مردم عموما چندان اعتنایی به انتخابات ندارن تحریم شرکت در انتخابات از جانب تشکلات کارگری دانشجویی دستجات دیگر بعد از تحریم جنبش به طور عام تقریبا رساس حالا عزیزان دقت بکنن فقط اینا نیستن تمام تشکلات کارگری و دانشجویی دیگران با توجه به اینکه رسانه ها به مطبوعات توقیفه فقط اینا تحریم نکردن لیست تحریم کنندگان از آقای کروبی که در ملاقاتی که با همسرش داشته و در حقیقت پیغامش رو به بیرون فرستاده از آقای موسوی که با دخترانش که در حقیقت ملاقات داشته و به بهشون گفته که این یک انتخابات قلابیه و نباید در شرکت کرد موسوی خوینی ها اینا شخصیت هایی به اصلاح طلب در واقع من موسوی رو جز اصلاح طلبای به اصلاح از چیز دیگری است هر که بر همه اینها به نوعی و با زبان و با به اصلاح چیز خودشون تحریم کردن این انتخابات رو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی جبهه مشارکت شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای هماهنگی راه سبز امید اعتماد ملی تمام اینها در واقع به نوعی اسم تحریم ممکنه نیارن ولی در،, در, اساس از مردم خواستن که نه نماینده در واقع چیز بکنن که الان از الان حدود یک هفته است که در حقیقت نام نمیسی میکنن برای بسیار اینه که کی داوطلب نمایندگی هستش و عرض شود که تا الان ما میدونیم که 610 نفر مرد و 29 نفر زن شرکت کردند ولی به طور کلی تمام اینها انتخابات رو تحریم کردن و خود این داره تبدیل به یک جنبش میشه و فقط همینطور که عرض کردم افراد بسیار معدودی مثل کواکبیان مثل علیرضا محجوب مال خانه کارگر و یا با کمال تاسف مهدی خزعلی اینا رفتن و به اصطلاح اسم کردن هر کدوم به دلایل خودشون وگرنه مردم واقعا این انتخابات رو تحریم کردن و به این ترتیب یک حرکت بزرگ دیگه در ایران داره آغاز میشه و داره شکل میگیره در بالا ما چنین شکافهایی داریم در پایین این طور به اصلاح یک حرکت دیگه شکل میگیره و اون وقت در چنین زمانی است که نیروهایی هستند که طالب دخالت بشر امریکا و ناتو در ایران هستم و روی سخن من امروز با چنین افرادی واقعا که این چه خیانت بزرگی به کشور ما که در حقیقت خواست چنین چیزی نه تنها در واقع چیزی که برای رژیم مونده همین تهدیدات هستن همین محاصره اقتصادیه من به مصاحبه یکی از اینها که در بی بی سی آقای مجید محمدی که واقعا طرفداری میکرد از محاصره اقتصادی عراق به مدت 13 سال به اسم جامعه شناس رادیو بسات تلویزیون بی بی سی آورده باش مصاحبه میکنه محاصره اقتصادی عراق در عرض 13 سال مطابق آمار سازمان ملل یک میلیون و پونسد هزار نفر فقط در اثر بیدوایی و بیغذایی کشته شدن از بین رفتن و زیر ساخت تمام به اصلاح کشور عراق به نابودی کشیده شد تا آماده بشه امریکا برای حمله به عراق و اشغال این کشور و نابود کردن این کشور و این آقا که خودش رو جامعه شناس میدونه سهه گذاشت عزیزان موقعی که من میگم بعضی از روشنفکران فکران کاسه داختر از آشن برای همینه اینهایی که واقعا خواهان دخالت بشر دوستانه امریکا و ناتو در ایران میکنن اینا چه موجوداتی حتی خانم مادلین آلبرایت که این وزیر خارجه در زمان کلینتون بود که تلویزیون ازش پرسید 500 هزار طفل عراقی در اثر این محاصره اقتصادی کشته شدن شما نظرتون اینه که این ارزشش رو داشته و اون گفت که آره ارزشش رو داشته ولی ببینید چه انتقاداتی حتی خود امریکایی ها به خانم مادلین آلبرایت که در حقیقت به عنوان کسی که انسانیتشو رو از دست داده دشمن انسانیت کسی که صحه بذاره روی قتل 500 هزار طفل به دلیل محاصره اقتصادی و اون وقت روشن فکرهای ما روی همچین چیزی صحه میذارن و میارنشون به عنوان جامعه شناس باشون مصاحبه میکنن و به اصطلاح به عنوان متخصص به عنوان استاد دانشگاه به عنوان این به عنوان اون اینایی که به اصطلاح طرفدار دخالت بشر دوستانه امریکا و ناتو در ایران هستن و تبل جنگ میزنن و تبل دخالت امریکا در ایران و ناتو تبل محاصره هرچه بیشتر اقتصادی در ایران برای همین بود که من میخواستم واقعا یه مقدار از خاطرات خودم رو موقعی که آدم اینها رو میبینه طبیعتا منی که شهست سال این داستان رو دارم دنبال میکنم میدونم که اینا کیان و چیان و داستانشون چیه در نتیجه میخوام یه مقدار از خاطرات خودم رو برای عزیزان مطرح بکنم که ببینیم چه بر سر کشور ما رفته همینطور که من عرض کردم من در 28 مرداد هم بالغ و هم عقل رس و هم سیاسی بودم و هیچ وقت به اصلاح یادم نمیره اون روزه که من خوب یادمه بسا پای رادیو من و پدرم نشسته بودیم و به سرنوشت شومی که اون روز واقعا کشور ما دوچار شد هر دوی ما در اساس واقعا عشق توی چشممون بود مخصوصا که به اصطلاح گفته بودند که به حساب از خونه در واقع به در خونه بمونیم و به به بیرون نریم <applause> هستن فکرانی که میگن امریکا دخالت نداشته و یا نقش اساسی نداشته در واقع در کشور ما این دخالت بشر دوستانه از اون زمان آغاز شد آنچه که ما الان در ایران میبینیم دنباله اونه ممکنه بعضی از هموطنان ما متوجه نباشن و من مختصری رو چون قبلا به در برنامه های سالهای گذشته صحبت کردم اولین مأمور امریکایی که به ایران میاد جان والر صحبتش رو برای عزیزان کردم این قبل از اینه که اصلا سازمان سیا تشکیل بشه 1946 میاد به ایران و هدفش هم کار کردن در بین ایلات ایران بختیاریا و قشقایا ولی استخدام باقی مانده های جاسوس های آلمانی در ایرانه برای اینکه عزیزان میدونن که سازمان سیا واقعا بخش عظیمیش و یا به حساب اون بنیادش توسط جاسوسای های آلمانی زمان هیتلر بنیان گذاری شد و بعد امریکایی ها رو تعلیم دیدن و در حقیقت نقش بزرگی واقعا جاسوس های آلمانی و به اصطلاح شکنجگر ها و به اصطلاح چیزهای آلمانی داشتن برای تأسیس به اصطلاح سازمان سیا و این برای به اصطلاح استخدام معمورین باقی مانده در ایران که در اون زمان بودن اومده بوده به ایران و بعدش ما میدونیم که رابطه خیلی نزدیکی با آیت الله کاشانی در سالهای بعد برقرار میکنه و قبل از اینکه در واقع کودتای 28 مرداد صورت میگیره کیسه کیسه واقعا پول میبرده به آیت الله کاشانی میداده که اونم پخش میکرده در جنوب شهر به اصطلاح شبون بیمخ ها و امیر انگوری ها و امثال هم و امثال که خود من شاهد و ناظر همون امیر انگوری در به اصطلاح پامنار اون زمان من توی من و پدرم در پامنار بودیم نزدیک منزل کاشانی که قبلش رفت آمد داشتیم با آیت الله کاشانی ولی متوجه نبودیم ما که اون موقع نمیدونستیم بعدا آدم اینا رو مطالعه میکنه این اسناد رو که چطور همین جان والر گونی گونی پول میبرده برای آیت الله کاشانی برای اینکه پخش بکنه بین لات و پوتا که به مقدمات در واقع چیز رو این یکی از حالا چه ارتباطاتی در واقع با خانواده هر شود که با چند تا خانواده ها و به چطور روزنامه ها رو خریدن و غیره و غیره اینا همش اومده و واقعا من میخواستم عزیزان رو مراجعه بدم به دو تا داکیومنت و سند که بعضی از این روشنفکرها که میگن نقشی نداشته امریکا و ما تاریخ دخالت های بشردوستانه امریکا رو نه تنها در ایران در کشورهای دیگه دنبال بکنیم و ببینیم که این دخالت ها از 60 سال پیش به امروز یعنی بعد از جنگ دوم جهانی چطور الان ما عواقب و پیامدهاش رو میبینیم این تاریخ باید در ذهن ما بمونه تا اینا بازنویسی نکنن تاریخ کشور ما رو دو تا داکیومنت یکی نوشته دانالد ویلبر دانالد ویلبر اولین جاسوسیه که واقعا بعد از جان والر کسیه که به عنوان باستانشناس وارد ایران میشه و مقدمات واقعا اصلی چیز رو اون فراهم میکنه از اون جاسوس های کارکشته بوده واقعا که در بین روزنامه ها در بین آخوندها در بین خانواده رشیدیان همه اینا کار میکنه و مقدمات رو فراهم میکنه تا بعدش اون وقت موقعی که کرمیت روزولت که در حقیقت یکی از معاونای آلن دالس رئیس اون زمان سی آی ای بوده بعدن کرمیت روزولت وارد میشه و دانالد ویلبر و جان والر تمام مقدمات رو براش فراهم کرده بودن موقعی که میاد اون موقع میتونه با روزنامه ها با آخوندا با اشراف با دربار با خانواده زاهدی با خانواده رشیدیان و اینا تماس بگیره و مقدمات رو فراهم بکنه که دوروری های دکتر مصدق رو ازش جدا بکنه بخرتشون در حقیقت از جمله آیت الله کاشانی رو و تنها بکنه و از طرفی البته محاصره اقتصادی و فروپاشی اقتصاد در حقیقت فشار از هر طرف بیارن که زمینه آماده بشه برای اینکه حتی مردم هم خسته بشن و به اصطلاح مدت عزیزان اگر یادشون بیاد اونایی که سنشون اقتضا میکنه چند ماه واقعا نمیتونستن حقوق به بسا به کارمندا بدن و ایجان نارضایی در بین مردم کردن و در نتیجه مردم هم داشتن به اصطلاح فشار بهشون میومد انواع و اقسامه یعنی مقدمات رو برای بی ثبات کردن کشور و زدن ضربه آخر که البته بعدش هم در ارتش کار کرده بودن و متاسفانه یک سلسله اشتباهات هم از طرف دکتر مصدق خودش شخصا به اصلاح صورت گرفت از جمله اینکه به مردم به اصلاح نگفت که بیان روز 28 مرداد بیرون و برعکس گفت که در منزل بمونن اعلام نکرد ولی به اصلاح در واقع به اصطلاح خواستش این بود من خوب یادم این مسئله در حالی که یک اشاره میتونستن مردم توفن آسا واقعا توی خیابونا بریزن مجموعه این عوامل ولی بعضی از روشن فکرهای ما این یک و یکی دیگه هم ریچارد کاتوم که در اون زمان به اصطلاح در سفارت امریکا کار میکرده و باز هم به اصلا نقش بسیار بسیار پر اهمیتی در این قضیه داشته که اون اعلامیه معلوف معروف با خط قرمز که از زبان حزب توده این رو پخش کرده بودن که ما آخوندار رو همه رو به اصلا با تیر و چراغ برق به اصلا دار میزنیم ریچارد کاتوم این رو نوشته بوده و پخش کرده بوده و خود من که 27 مرداد توی خیابون های امریکا توی تهران بودم خوب یادم که به اصطلاح همینا اوباش رو به عنوان توده راه را انداخته بودن توی خیابونا که با چماق میزدن شیشه ها رو خورد میکردن زنده باد حزب پر افتخار توده ایران حالا که پدر من در اون زمان بم... گفت اینا نیستن اینا چیزن اینا از طرف خودشونن خوب 27 مرداد خوب من یادمه تمام اینها به اصلاح کارهایی که اینا کردن حالا به هر حال میخواستم این رو عرض بکنم که چه ضربت بزرگی اینها با این کودتا به ما زدن و الان بعضی از روشنفکرهای ما میخوان در حقیقت بگن که امریکا نقش نداشته در این قضیه واقعا از اینها باید پرسید که برن کتاب کاونتر کو دانالد ویلبر بعد از اینکه کودتا رو در ایران با موفقیت در حقیقت انجام میشه یا خودش نقشش رو داشته جزوه ای میمیسه جزوه ای میمیسه برای مأمورین CIA که در کشورهای دیگه چگونه باید عمل بکنن تا به پیروزی برسن که سال بعدش 1954 بر اینکه کودتای 28 مرداد ماه اوت یا آگست 1953 بود 1954 در گواتمالا همین کار کردن و درسشون رو در حقیقت از همین جزوه ای که دانالد ویلبر نوشته بود در حقیقت درسشون رو گرفتن که عزیزان اگه یادشون باشه 28 مرداد هنوز اسنادش میگن سوخته هنوز روشن نکردن دلیلش خیلی واضحه بر اینکه بسیاری از این آخوندایی که الان در قدرتن نقش داشتن در 28 مرداد عزیزان من بارها گفتم که اونهایی که سوار شدن روی انقلاب 1357 اینا نقش اساسی برای انداختن دکتر مصدق داشتن در 28 مرداد اینا شاگردای آیت الله کاشانی و قنات آبادی و عرشبت که مزفر بقایی و اینا اینهایی که به قدرت رسیدن شما ببینید مزفر بقایی و بعد شاگرداش چه نقشی داشتن برای تنظیم قانون اساسی و اصل ولایت فقیه که بیارنش تو این قانون اساسی در خود به اصلاق چیز به قدرت رسیدن اینها بعد از انقلاب 1357 نقش داشتن اینا همین به اصلاف فدایان اسلام که حالا اسمشون به اصلاف حیعت معتلفه است همین حجتیه همین مدرسه حقانی اینایی که در مدرسه حقانی بودن اینایی که به قدرت رسیدن نقش داشتن و استادشون هم در حقیقت هم کاشانی بود و هم خود آیت الله خمینی که به اصلا از شاگردای کاشانی و از به دوستان هم آیت الله بروجردی و هم بهبانی و, و هم کاشانی بوده همه اینا نقش داشتن یعنی در حقیقت آنچه که بر سر انقلاب 1357 رفت دنباله 28 مرداد بوده تاریخ شما باید بخونیم در نتیجه حالا دانالد ویلبر جزوه ای نوشته که این روشن های ستون پنجم امپریالیز باید برن و جزوهش رو بخونن اگرم هم نخوندن مختصرش در آوریل سال 2000 آدرس بشون بدیم آوریل سال 2000 برن روزنامه نیویورک تایمز رو بخونن که مختصر و چکیده ی کتاب دانالد ویلبر رو نیویورک تایمز آورده برن بخوننش اونجا دیگه به اصطلاح این مال اربابشونه روزنامه نیویورک تایمز و نیویورک تایمز از آن کرد در اون دو صفحه عظیم که به اصطلاح چکیده این به اصطلاح جزوه دانالد ویلبر رو نیویورک تایمز آورده زیرش نوشته که خبرنگار ما چطور به اصلاح مأمور CIA بود در روز 28 مرداد و چطور کمک کرد به همین عرازل اوباش برای اینکه مثلا ادارات به اصطلاح چیز مربوط به دکتر مصدق رو و حزب توده رو بهشون نشون داد که کجا برن و چه جوری اصلا تلویزیون رو بگیرن که بعدش زاهدی اومد و اون نطق معروف رو کرد بعد از ظهر روز 28 مرداد نیویورک تایمز همه اینا رو چیز کرد و یا این های ستون پنجم برن کتاب خود کرمیت روزولت رو بخونن کاونتر کو کاونتر کو یعنی ضد کودتا برای اینکه به اصطلاح دانالد ب... به چیز عرض شود که کرمیت روزولت توی این کتابش میخواد به اصطلاح کودتای 28 مرداد رو که خودش مسئولش بوده و در حقیقت مسئول اجراش بوده همینطور که عرض کردم مقدماتش توسط جان والر و دانالد ویلبر قبلش به اصلا فراهم شده بود و ریچارد کاتون این سه نفر نقش اساسی برای فراهم کردن و مقدمات داشتن و ولی بعدش کرمیت روزولت که در حقیقت معاون اون زمان الن دالس که رئیس سی آی بود در اون زمان و برادرش که جان فاستر دالس که وزیر خارجه و توی اون کتاب مفصل شرح میده کرمیت روزولت که چطور نقشه پیاده کردن کودتای 28 مرداد در وزارت خارجه امریکا و در سازمان سیا برنامه ریزی شد توسط به اصلاح بعد از اینکه به اصلاح چرچیل و هر شود که هایزنهاور به توافق رسیدن که در حقیقت دکتر مصدق رو بندازن اینا رو برن این روشن فکرهای ما بخونن تمام این داکیومنت ها و اسناد و مدارک و بعدش هم کتاب های به اصلا همه مردان شاه و غیره و ده ها به اصلاح چیز راجبیم این این رو میخواستم ارز بکنم که همین روشن فکران ستون پنجم الان میخوان که در حقیقت دوباره کشور ما رو به خاک و خون و به نابودی بکشن و در واقع میخوان که دخالت بشر دوستانه امریکا در ایران بکنه حالا من که شاهد و ناظر 28 مرداد بودم و میدونم که چی گذشت و چطور امید یک نسل رو اینا به نابودی کشیدن و در حقیقت به دنبالش چطور به اصلا اینها شروع به کشتار زندانی کردن و تمام به اصلا نیروهای ترقیخاه رو یا اعدام کردن یا به زندان کشیدن یا فراری دادن که خود من یکی از فراریاش بودم فراری که عرض میکنم من خوب یادمه به استرا بالاخره بعد از 28 مرداد به حال دانشکده پزشکی رو من تموم کردم و بعدش اون امتحان معروف رو دادم و شانس اینو داشتم که بیام به خارج تمام اینها واقعا من به یادم میاد موقعی که هواپیما حالا بعضی ها هنوز به یاد به حساب دوران شاه هستن و فکر میکنن که وضعیت اقتصادی دوران شاه میتونه اگر سلطنت طلبا به قدرت برسن میتونه دوباره مثل زمان شاه بشه اینا متوجه نیستن که اون یه دوران استثنایی نه تنها در ایران بلکه در افریقا در تمام دنیا و از جمله در خود امریکا بوده بعد از جنگ دوم جهانی که همه جا در حقیقت اوضاع اقتصادیش رو به رشد و رو به شکوفایی بود متوجه نیستن که به اصطلاح هنوز به یاد دوران شاه به اصطلاح قصه میخورن و امثال هم نمیدونن که اگر اون هم ادامه پیدا میکرد دوچار بحران اقتصادی میشد ولی به هر حال حالا از جهت سیاسی من خوب به یاد دارم که موقعی که هواپینران را رو سوار شدم که ابتدا به اروپا و بعدش از اونجا به امریکا بیام هواپیما از مرز که گذشت و خلبان اعلام کرد تو گویی که من یه سنگ از رو سینم برداشته شده من نفس کشیدم شرایط در زمان شاه اینجوری بوده و اون زمان هنوز من درگیر با رژیم شاه نشده بودم که مثلا فکر کنیم که فرزن من چیز سیاسی به اصلا فعالی علیه شاه بودم ولی یک چنین اختناقی بود که واقعا سواک اون سایه به اصلا تیر و تاری رو که بر کشور ما بساسیس کرده بود و دوباره منو به یاد میندازه که 20 سال بعد یعنی بهمن 1360 که دوباره این دفعه نه سوار هواپیما بلکه با پای پیاده و با قاطر که من از دست این دشخیمای بعدی در حقیقت به خارج مجبور شدم بیام توی اون برف بیش از یک متر از کوههای بین ایران و ترکیه بگذرم به اولین ده ترکیه که رسیدم دوباره مثل اینکه یه سنگ از رو سینم برداشته بود دوبار از دست دیکتاتوری اینجوری نسل من واقعا به اسلام فرار کردیم برای اینکه اینم دنبالیم ولی منظورم اینه که دخالت های بشر دوستانه یک چنین داستانی داره ولی آیا فقط حالا این های وابسته و خبرچینان بومی و یا ستون پنجم امپریالیسم که میخوان در ایران دوباره دخالت بشر دوستانه بشه و میگن که نه امریکا نقشی نداشته در 28 مرداد و امثال ما امسال هم یعنی اربابشون واقعا میخوان بیگناه به بی گناه به حساب حسابش بیارن فقط ایران بوده سال بعدش هم که عرض کردم در گواتمالا آربنزو انداختن 1954 کیو به جاش اوردن بارها عرض کردم که از اون موقع تا به امروز دویست هزار نفر از یک کشور کوچک چند میلیونی رو آربنز رو که در حقیقت مثل مصدق کشور ما بود انداختنش و نظامی های آدم کش رو بردن در گواتمالا حاکم کردن که هنوز کمر راست نکرده گواتمالا در کنگو چی کار کردن؟ 1960 و و هنوز من از ایران خارج نشده بودم لومبا رو کشتن و به جاش کیه آوردن چنبه و موبوتو سسکو رو دو تا آدم خار رو افریقا رو اون ابتدای به زیر سیطره کشیدن و نابود کردن در حقیقت افریقا بود که داشت کمر یه مقدار راست میکرد در دهه شست لومونبا رو کشتن 1964 در برزیل چه کار کردن؟ گولار رو انداختن که در حقیقت به اصلاح چیز به طور دموکراتیک انتخاب شده بود و در واقع به اصلاح محبوب مردم بود کشتنش یا از بینش بردن یا انداختنش ساقتش کردن و کیا سر کار اومدن عزیزان ببینن که تازه در برزیل دارن اون جنایتکارایی رو که این همه آدم کشتن بعد از کودتای 1964 تازه دارن پای محاکمه میکشوننشون تازه دارن به اصلا مادرانی که فرزندانشون رو در اون زمان از دست دادن دارن میان بیرون و میگن چه بر سر کشور ما رفت در اون زمان کی آربنزو بنابراین فقط ایران نبوده 1965 بعدش در اندونزی چه کار کردن؟ کودتایی کردن که با کشته شدن بیش از یک میلیون انسان که رودخانه های اندونزی پر از جسد بوده در اونجا در دهات و قل و قم کردن واقعا سوکارنو رو انداختن و یه آدم آدم کشه فاسد ضد بشر مثل سوهرتو رو بر سر کار آوردن بعدش 1974 در شیلی چه کار کردن؟ فقط ایران بوده اینا تمام دخالت های بشر دوستانه امریکا بوده در کشورهای دیگه این در حقیقت این نوع روشن های ستون پنجم و واقعا و اجنبی پرست باید برن و تاریخ تمام این دخالت های بشر دوستانه رو در تمام این سالها بخونن بعدش در هایتی چه کار کردن؟ در هندوراس همین اواخر 2008 یا 2009 بود که زلایا را انداختن منتخب مردم و مگر در سال 2002 نمیخواستن چاوز رو بندازن که نتونستن دوباره در اکوادور مگر نمیخواستن به سر رئیس جمهور منتخبش رو بندازن اینا دستوردار که نیستن و بعدش خود من موقعی که اومدم به امریکا شاهد و ناظر از سال 63 به بعد که از زمان واقعا کندی آغاز شد تجاوز به ویتنام روز و شب واقعا بمباران هایی که میشد و اون زمان خبرنگارای از جمله همین نیویورک تایمز فرق داشت با نیویورک تایمز امروز خبرنگاراش روی میدان جنگ بودن و خبرها همینجوری از میدان جنگ میومد و مردم امریکا اخبار رو میدیدن که چه کشتاری در اونجا میشه عزیزان من یادآوری بکنم که از جنگ اول خلیج فارس یا حمله اولی که 1991 به عراق کردن درس از ویتنام گرفتن و به هیچ وجه خبرنگار رو دیگه نذاشتن که وارد میدانهای جنگ بشن که به مردم امریکا خبر بدن که چی در عراق میگذره چی در افغانستان میگذره چی در لیبی الانش میگذره تمام نمیگذرن که خ... مگر اینکه خبرنگارایی که امبدد بهشون میگن یعنی در حقیقت توی یه رختخواب با به چیز چیز عرصبت که با ارتش هستن امکان نداره بذارن یک گزارش بدون اینکه به اصطلاح پنتاگون به اصطلاح سهرش روش بذاره به روزنامه ها بدن خبرها از اون موقع تمام به اصطلاح سانسور شده است در جنگ ویتنام خبرها میرسید به همین دلیل هم بود که یک حرکت عظیمی علیه این همه کشتار و نابودگری در ویتنام به اصلاح آغاز شد من خوب به یاد دارم که چه مقالاتی واقعا اون زمان در همین نیویورک تایمز نوشته میشد راجع به اینکه امریکا چیکار داره میکنه تمام دورانی که من اینجا بودم شاهد و ناظر این کشتارها در ویتنام بودم دخالت بشر دوستانه امریکا در ویتنام، در لاوس، در کامبوج که چه کشتارهایی شد. ولی در همین زمینه به جمهوری دومینیک حمله نظامی کردن به گرنادا البته اون بعد به پاناما به سومالی به یوگسلاوی و بعدش تازه میرسیم به افغانستان و عراق و لیبی و بعدش ساحل آج و و الان نیرو پیاده کردن بود. تمام اینها به اصلا دخالت های است و میخوان الان در کشور ما هم دخالت بشردوستانه بشه بنابراین من واقعا میخواستم که به اصطلاح چیز ولی موقعی که این بعضی از این مصاحبه ها از این صحبت ها این آقای مثلا مجید محمدی آدم واقعا میخواد خون گریه دو سال پیش که من در تلویزیون اندیشه مصاحبه ای بوده ایشون هم از رو خط از واشنگتن داشت صحبت می کرد اون موقع خب همه در بهبوه جنبش دموکراتیک و سبز بود و همه دلشون میخواست که حتی فنجونای ما هم سبز باشه جلومون بعد که یه مقدار جنبش فروکش کرده الان همین آقای مجید محمدی چه طرفداری از جنبش مردم ایران میکرد و خود من چقدر علاقه بش داشتم و چقدر سفارش میکردم که این آقا فلانو حالا به مصاحبهش در بی بی سی عزیزان گوش بکن چطور اینا راحت خودشون میفروشن و طرفداری از دخالت بشر دوستانه و محاصره اقتصادی ایران میکنن و سهمی میذاره روی محاصره اقتصادی عراق به مدت 16 سال واقعا آدم فکر که میکنه انسانیتشون اینا کجا رفته چطور اینا دلشون میاد به قول معروف میلیونها ها انسان در ایران از بین بره و تمام بسا زیر ساخت های ایران نابود بشه چند میلیون به اطفال ایرانی از بین برن در اثر این محاصره یه ای چیز به خاطر اینکه ارباباشون راضی بشن و خودشون در واشنگتن و اینور و اونور راحت زندگی بکن من نمیدونم اینا چه نوع انسان هایی اصلا آدمو به اصطلاح این چیزا اذیت میکنه و حالا اینا مشکل دیگه ای که دارن حالا میخواستم وارد یه بحث دیگه بشم که چرا اینا خاک به چشم ما می پاشن و چه پادزهری در برابر اینها باید داشته باش واقعا دنباله همون بحث هفته گذشته است که ما احتیاج به شناخت این سیستم داریم بارها من به عزیزان عرض کردم که بعد از جنگ دوم جهانی حتی در حین جنگ دوم جهانی که امریکا با شوروی سابق همکاری میکردن علیه فاشیسم چه ایتالیا و چه چیز و چه ژاپن و جورج کنان چه سفیر امریکا در شوروی اون زمان بوده خودش در خاطراتش زمانی که 90 و چند سالش بود و استاد بازنشسته ی دانشگاه پرینستون بود این آدم نمیدونم چی اسمشو بذارم که آخر عمریش در واقع نوعی اقرار کرد نوعی به اصطلاح واقعا اقرار به گناه کرد که خودش میگه که دولت شوروی و شخص استالین بهش گفته که ما دوست داریم که همین دوستی که علیه فاشیزم در جنگ دوم جهانی داشتیم همین بعد از جنگ هم ادامه پیدا بکنه ولی خود همین جورج کنان در حقیقت تئوریسین جنگ سرد شد و اون مقاله معروف رو در مجله فارین افرز نوشت که آره این چه خطر بزرگیه و ما باید با تمام قوا و بعدش در همین مقاله مینویسه که ما باید دموکراسی و آزادی اینا همش اینا یه مشتخیلاته ما باید با آهنین وارد بشیم و شکاف عظیمی که بین ثروت ما و فقر دیگران هست اینو باید حفظش کنیم من بارها این رو برای عزیزان به اصلا نقل قول کردم از جورج کنان و مقاله معروفش 1947 و بعدش به اصطلاح سکیوریتی کانسل به اصطلاح چیز تصویب میکنه به اصلاح یه چیزی رو تصویب میکنه که دقیقا اینا توش اومده چرا احتیاج به جنگ سرد داشتن ما باید بدونیم به اصلا خود ریشه های جنگ سرد رو که به عزیزان میخوام پیشنهاد بکنم که اسم گابریل کالکو رو من بردم از تئوریسین ها و مورخین برجسته کانادایی گابریل کالکو کتابایی واقعا به اصطلاح جالبی راجع به تاریخ داره مخصوصا به اصطلاح ریشه های جنگ سرد که از کجا اصلا آغاز شده ما باید بدونیم که چرا اینها حاضر نشدن راه صلح رو بعد از شکست فاشیزم راه صلح رو در پیش بگیرن احتیاج به جنگ تازه ای داشتن احتیاج به جنگ سرد داشتن جنگ سرد باعث شد که سرمایه گذاری های عظیمی در مجتمع نظامی صنعتی بکنن که بعدا ما میدونیم آیزنهاور خطر این قضیه رو در نطق خدا حافظش که در 1961 کرده بارها و با بارها ازش نقل قول شده که خطر مجتمع نظامی صنعتی رو گوشزد کرده که اینا اگه به قدرت برسن دموکراسی در امریکا رو نابود میکنن که امروز روز ما شاهد و ناظرش هستیم این دیگه ژنرال محبوب و جمهوریخایی که خودش هم در زمان اون بود که کودتای 28 مرداد و تمام کودتای دهه 60 صورت گرفت خوشدار میده که به اصلا این اینا اگه به قدرت برسن دموکراسی در ایران در امریکا یعنی چه دموکراسی از بین بره یعنی همینه که الان امروز داریم میبینیم به طرف فاشیزم میره بنابراین باید ما بدونیم که چرا پس اینا هم در زمان روزولد که من برای عزیزان صحبتشو کردم که چطور اینا در دولت ژاپن یه جناح بوده که طرفدار سرسخت امریکا بوده روزولت کاری کرد که اون جناح شکست بخوره و جناح ضد امریکایی بیاد سر کار تا بیاد و به پرل هاربر یعنی اون بندر معروف در هوایی حمله بکنه برای اینکه امریکا بهانه ای داشته باشه که وارد جنگ دوم جهانی بشه این تازه زمان روزولت فرانکلین روزولت نه تدی روزولت که دست راسی بود فرانکلین روزولت که یه آدم لیبراله کسی بود که نیودیل رو پیاده کرد با همه اینا میخواسته که وارد جنگ چرا؟ چون احتیاج داشتن احتیاج به این داشتن برای از بین بردن بیکاری جنگ یک نعمت الهی و یه ماعده آسمانی براشون فقط خمینی نبود که جنگ رو ماعده آسمانی اینا هم همینطوره هم. جنگ پول توشه ثروت میاره برای حالا سربازا ده ها یا میلیون ها واقعا سرباز کشته بشن که کشته شدن مسئله براشون نیست و من مثال زدم که چطور فرزن در مورد ایران هم دقیقا همین طور دارن عمل میکنن که آقای خاتمی که واقعا هم کتاب الکسیس دو توکویل رو راجب به دموکراسی امریکا امضا کرده هم به اصطلاح توافق و دوستی فرهنگ ها رو به اصطلاح پیش کشید هم برنامه اتمی رو به طور کامل در حقیقت عرض شود که تعطیلش کرد که حالا همین وطن فروش دارن میگن که آره اگر ایران برنامه اتمیش رو تعطیل بکنه تمام است امریکا دیگه دست بر میداره داره از مقاله پال پیلار رو همین امروز در انتیوار عزیزان بخونن مقام برجسته هم نشنال سیکیوریتی ایجنسی و هم سی ای پال پیلار عزیزان بخونن که میگه به هیچ وجه امریکا حتی اگر الان خامنه ای بیاد و اعلام بکنه که من از امروز تمام سانتریفیوژا ها رو متوقف کرد امریکا دست برمیداره داره؟ میگه به هیچ وجه بهانه تازه ای پیدا میکنه و یا میگه نه اینا مت... اینا دروغ میگن متوقفش نکردم یعنی به کار رو طوری کرده که هیچ راه برو برگرد نداره مثل حمله شون به عراق که هرچی به اصطلاح دولت عراق و یا خود شخص صدام حسین گفت ما نداریم و میدونستن که ندارم ولی آقای خاتمی مگه نیومد متوقف مگه نکرد مگر دست دوستی دراز نکرد مگر اینا نیومدن با اینا مذاکره میخواست مگه نامه محرمانه ننوشت مثال من زدم که نامه محرمانه ای که خاتمی به کاخ سفید نوشت و گفت که ما این موارد چه در مورد فلسطین چه در مورد سازمان های فلان چه در مورد مسئله اتمی چه در مورد خلیج فا تمام اینها رو باز کرده بوده که ما میتونیم به توافق برسیم در مورد مسئله فلسطین به توافق بره در مورد مسئله منطقه به توافق برسیم و غیره و غیره نامش رو به جای اینکه بهش در حقیقت وارد مذاکره بشن نامش رو افشا کردن نتیجه چی شد در واقع روی کار اومدن احمدی نژاد برای اینکه به احمدی نشاد احتیاج داشتن که بیاد و به یک هولوکاستی نبوده تمام و به جنگ آغاز بشه و جنگ رو آغاز کردن سیستم باید شناخته بشه که چرا احتیاج به جنگ دارن عزیزان من هفته گذشته راجع به سرمایه مالی صحبت کردم ما باید تاریخ پول رو یاد بگیریم نظام سرمایه داری رو باید بشناسیم و باید بدونیم که ریشه های این قضایا چیه حالا میخوام همینجا اشاره بکنم که اینا تمام این بلاها رو به سر ما بردن کشور ما رو به خاک و خون کشیدن امید نسل ما رو در 28 مرداد نابود کردن اینو که میگم چون زمانی که این جنایت صورت گرفتن در آبادان بودم و میدونم که ما چه احساس غروری میکردیم که خودمون میتونیم پالایشگاه رو و صنعت نفت رو بگردونیم من آبادان بودم روز بیستش مرادم تهران بودم و میدونم که چطور امید یک نسل رو که ما نسل جوانش بودیم به نابودی کشیدم و کشور رو واقعا آماده کردن برای اینکه اسلام سیاسی به قدرت برسه اسلام سیاسی رو تاریخش رو بازم برای عزیزان من گفتم که چطور ماه آگست یا اوت 1953 که کودتا کودتای 28 مرداد میشه ماه سپتامبر کنفرانس کنفرانس معروفی در دانشگاه پرینستون اینا برگزار میکنن که تمام سران در حقیقت میشود گفت اخوان المسلمین رو تمام به اصلاح اینایی ای که مال اسلام سیاسی هن. میارن اونجا جمعشون میکنن و چند نفر از استادای برجسته واقعا امریکا از جمله به اصطلاح همین عرصبت که همین استاد سهیونیست معروف که حالا اسمش یه دفعه به اصطلاح چیزه همه اینها حمایت کردن از اسلام سیاسی و اینه که این برنامه اسلام سیاسی چطور باید بیاد برای مبارزه با ملی و با چپ ها و با تمام اونهایی که در حقیقت حتی سکولارها مبارزه بکنن و نتیجه امروزه میبینیم از جمهوری اسلامی افغانستان گرفته تا جمهوری اسلامی ایران گرفته تا جمهوری اسلامی عراق حزب و ای که الان به قدرتش رسوندن و حالا دوباره میخوان عراق رو حالا اگر برسیم که به اخبار عراق رو بگیم دوباره میخوان به خاک و خون بکشنش میگن از اونجا رفتن بیرون حزب و چیه؟ خب به اصلا شعبه از اخوان المسلمین توسط رشید رضا و البنا و امثالهم هم و امثالهم اگر شد دوباره تاریخش رو برای عزیزان میخونم که اصلا چطور از اواخر در حقیقت به اصطلاح سید افغانی از اون زمان به اسد آبادی یا افغانی حالا هرچی اسمشو اسمش بذاریم از اون زمان که چطور به اصطلاح لرد کرومر که به اصلا فرمان فرمانروای به اصطلاح مصر بوده از 1882 به بعد چطور به اصطلاح بنیان اینو میذارن اسلام سیاسی اینا پشتش بودن طالبان رو کی درست کرد اسامه بن لادن به جنگنده جنگنده به اصلاح آزادی خواهی کی بود کی اینا رو درست کرد و بعدش به قدرت رسون بنابراین ما تاریخ این رو باید بدونیم که اینا چه پیوندی بعضی هستند که میخوان به اصلاح تقابل بذارن بین اسلام سیاسی و مدرنیست سنت و مدرنیته اینا نمیدونن که این سنتی که صحبتشو میکنیم اینا پشت این سنت هم. ما نمیدونن نمیذارن که ما مدرنیت ب... به مدرنیته برسیم میخوان ما تو همون سنت بمونیم از بر میگرده به بساق قرن 19 ها. اگر اینها این سیستم رو بشناسند که چطور اینا احتیاج دارن نگه به عقب نگه بدارن و یا زیر سیطره بسا خودشون این کشورها رو نگه بدارن اگر هم سرمایه داری بشن سرمایه داری وابسته برای اینکه به اصطلاح از کنترلشون خارج نشه همینطور که عرض کردم دوباره به اصطلاح یک ژاپن به اصطلاح دیگه‌ای به وجود نیاد یک کره جنوبی دیگهی ای که این دو رو گذاشتن رشد بکنن به اصطلاح در برابر چین و شوروی و, به طور به حساب, حساب شده این دوتا رو گذاشتن رشد بکنن به وجود نیاد بنابراین سیستم رو باید بشناسیم منت...